به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما دوستان عزیز. افتخاری برای بنده است که در خدمت شما هستم با دوره ثروت آفرینی، دوره‌ای که مدت‌ها انتظارش رو می‌کشیدیم که این دوره رو داشته باشیم در خدمت شما دوستان، و الان این توفیق رو من دارم که در خدمت شما باشم. ما هدفی داریم از اینکه این دوره رو طراحی کردیم، آغاز کردیم، برای اولین بار در ایران ارائه داریم میدیم. هدف اصلی ما از دوره ثروت آفرینی این هست که بتوانیم مواردی رو در اختیار دوستان محترم قرار بدیم که به امید خدا ذهنیت ما به سمت ذهنیت یک سرمایه گذار حرفه‌ای نزدیک بشه. دوستان عزیز، من قبل از اینکه آغاز کنم این رو خدمتتون عرض کنم که برخی از ملت‌های دنیا، برخی از گروه‌های دنیا در برخی حرف مهارت ویژه دارند. از پدر به پسر منتقل میشه، از مرشد به شاگرد منتقل میشه، دانشی وجود داره، ذهنیتی وجود داره که این ذهنیت مرتب منتقل میشه. یکی از آن موارد مسئله ثروت آفرینی است. مسئله ثروت آفرینی است، یعنی چگونه ممکنه فرد سرمایه گذاری کنه، چگونه میتونه رفتار کنه که در بلند مدت از نظر مالی از تمکن خاصی برخوردار باشه. این علم متاسفانه در میان ایرانیان به ندرت یافت می شود، اما در برخی از ایرانیان یافت می شود. یعنی برخی از ایرانیان هستند که به مراتب موفق تر از بقیه عمل می کنند. به عنوان مثال من عرض کنم خدمت شما، به عنوان مثال مردم تبریز، وضعیت اقتصادی تبریز یا وضعیت اقتصادی یزد با بقیه نقاط ایران کاملا متفاوت هست. ببینید، یک سبک زندگی در جریان هست در میان مردم تبریز که در بقیه نقاط ایران اون سبک زندگی رعایت نمیشه. بالاخره یک نقاط ریزی وجود داره در این سبک زندگی. من نمیخوام همه چی هم تایید کنم، نمیخوام نه نقاط مثبت قومی نه نقاط منفی قومی رو هایلایت کنم، بزرگ کنم. یکی از مسائلی که وجود داره این هست که برخی از ادیان و برخی از گروه‌های قومی خیلی بهتر عمل کردن. به طور مشخص یهودیان، حالا به دلیل آموزه‌هایی که دارن، به دلیل در واقع تعلیماتی که از بچگی دیدن، معمولاً در امور اقتصادی خب خیلی بهتر از بقیه عمل میکنن. حالا ولی مثلا در ورزش مثلا این چنین شاید نباشه. بالاخره هر قومی یک سری نقاط مثبت داره، نقاط منفی داره. مسئله اینجاست که اگر ما نمیدانیم این اصول را بیاموزیم. دقت فرمودید، نه اینکه ما یک مقداری احساس غرور داشته باشیم، احساس تکبر داشته باشیم و مقاومت شکل بگیره در مقابل مسائلی که نمیدانیم. همونطور که مستحضر هستید، من این دوره ها رو از هفته دوم فروردین سال 99 آغاز کردم و افتخار داشتم که در اولین دوره علم سیاستگذاری مدرن پولی رو خدمت شما ارائه دادم. علمی که واقعا باز در ایران کمیاب هست، علمی که ما نداریم و بیش از 190 کشور جهان دارند. بیش از 190 کشور جهان توانستند تورم رو کنترل کنند. کشور ما، کشور ونزوئلا، کشور زیمبابوه و شاید کشور آرژانتین به عبارتی تنها کشورهای جهان باشند. به سودان، سودان جنوبی هم هست. سودان و سودان جنوبی به دو کشور تبدیل شده، در واقع تجزیه شده کشور. این دو کشور هم هستند که هنوز توانایی کنترل تورم رو ندارند. من در آن دوره سعی کردم به زبان خیلی ساده مقاله بانک مرکزی انگلیس رو دوستانی که حضور داشتن ملاحظه فرمودن، کلمه به کلمه توضیح دادم تا جا بیفته که واقعا کنترل تورم کار خیلی پیچیده‌ای نیست، ولی کار تخصصی است. اگر شما ذهنیت کنترل تورم رو نداشته باشید، به سادگی نمیتوانید تورم رو کنترل. همین وضعیتی میشود که ما داریم. ما سیاستایی که در پیش گرفتیم برداشتمون این بوده که داریم تورم رو کنترل میکنیم، اما تورم کنترل نشد. مسئله دوم این بود که وضعیت بازار سهام در نیمه اول امسال، یعنی از نیمه دوم سال گذشته به طور مشخص،
از نیمه دوم بهمن ماه وضعیت ویژه پیدا کرد. اصولا زمانی که شما ببینید کل بازار خریدار هستند یا کل بازار فروشنده هستند، این بازارها بازار هیجانی است. این هیجان رو اون زمان سیاستگزار ما به وجود آورد. حالا به دلیل اینکه مثلا میخواستن با برخی از عوامل منفی که ممکن بود در کل اقتصاد تاثیر بگذاره مقابله کنن، سعی کردن که منابعی رو در بازار سهام تزریق کنن. روزی بود که من دیدم که کل بازار مثبت شده. اون روز تذکر ویژه دادم که این شرایط شرایط درستی نیست. البته خب افرادی بودن که شاید دسترسی حتی به پورتفوی بنده داشتن در بازار سهام و من دیدم در برخی از گروه ها دارن مطالبی رو نقل میکنن که مطالب خصوصی بالاخره نوع سرمایه گذاری بنده رو دارن اونجا در گروه ها فاش میکنن که من ساکت بشم و صحبت نکنم. ولی خب ما کجدار و مریض ادامه داریم، سعی کردیم سیاست گذاری اصلاح بشه. سیاست گذاری دیدم که اصلاح نمیشود و این بود که بنده رفتم دنبال این که درس فاندامنتال. شاید دوستانی که حضور داشتن متوجه شدن که برخی از مطالبی که در درس فاندامنتال مقدماتی و پیشرفت ما گفتیم اصلا بازار ایران به این مطالب توجه نداشت و به صورت سلکتیو، به صورت گزیده‌ای من سعی کردم مطالبی که به درد سهامدار جزء میخورد در اختیار قرار دهم و امیدوارم که دوستان راضی بوده باشند. هرچند که دوره‌ها خیلی طول کشید، ما 35 ساعت، 2 تا 35 ساعت حدوداً درس سرمایه گذاری داشتیم، یه چیزی حدود 70 ساعت درس بخش فاندامنتال، تحلیل فاندامنتال رو ارائه دادیم. خب من انتظارم این بود که بعد از اینکه تحلیل فاندامنتال ارائه میشه، افراد برداشتی پیدا کنند که دیگه پیدا کردن سهام در بازار سخت شده. هرچند آقای وارن بافت میگویند که همیشه شما فرصت‌های سرمایه گذاری در بازار خواهید داشت. همیشه اگر بگردید پیدا می‌کنید. جوینده یابنده است. اما در یک ماه پیش، دو ماه پیش، تعداد سهامایی که از فیلترهای بنیادی خارج میشد بسیار بسیار محدود بود. و اون سهام‌ها هم که ما تحلیل میکردیم، مثلا میدونیم که از نظر مثلا تعداد سهام دچار مشکل هستن. یعنی مثلا دایلوتد در نظر گرفته نشده یا سهام رقیق شده در نظر گرفته نشده. حالا دوستانی که به اون مبحث علاقه‌مند هستن و در کلاس‌ها شرکت نکردن، ما این دوره‌ها رو آنلاین ارائه دادیم. و دوستان اگر که در واقع مایل به استفاده از اون دوره ها باشن، با تخفیف ویژه، به خاطر اون دوستانی که در این کلاس شرکت کردن، با تخفیف ویژه در خدمتتون هستیم و اون دوره ها رو میتونن استفاده بفرمایید. اما پس از تجربه ارائه دوره فاندامنتال و فاندامنتال پیشرفته، من اون نقطه‌ای که همیشه اساتید بنده روش تاکید میکردن، من باز بهش رسیدم و اون این هست که انسان هرچه از نظر بهره هوشی بالاتر هست و هرچه ابزارهای تحلیلی کمی و کیفی بیشتری دریافت می‌کند، در واقع راه توجیه برای انسان بیشتر باز میشه و این خیلی نگران کننده است. دقت فرمودید، راه توجیه نباید باز بشه. شما باید ذهن خودتون، فکر خودتون رو به نحوی تغییر بدهید که بتوانید بدون اینکه عواطف خود رو در نظر بگیرید، بدون اینکه عواطف خود رو دخیل کنید، بتوانید یک سرمایه گذاری رو تحلیل بفرمایید. خب این بسیار مشکل است. شما وقتی که سرمایه گذاری میکنید، این سرمایه گذاری اگر مدتی از این سرمایه گذاری بگذره، شما یک احساس تعلق به این سرمایه گذاری پیدا میکنید. انسان هستید. همه انسان هستن. انسان ها عاطفه دارن. انسان ها عاطفه دارن. وقتی انسان ها عاطفه دارن، خب در بازار سهام دچار مشکل میشوند. من در کلاس های سرمایه گذاری، در کلاس های فاندامنتال هم به این مسئله اشاره کرده بودم که اگر دیدید فردی عاشقانه در مورد یک سهم صحبت میکنه، اصلا مطالبش رو پیگیری نکنید. این اتفاق خیلی خیلی میفته. مثلا خسافای عزیزم، دیدید نمیدونم دیدید شعر میگن برای سهامشون و اینها، این یعنی آغاز پایان. فردی که اینطوری داره وارد بازار سهام میشه، این فرد دیر و زود داره سود. من به جز کلاس های سرمایه گذاری و فاندامنتال و بیشتر مشخصا مدیریت ریسک، یک مدتی علاقه مند شده بودم. البته دلیلش هم بازار سرمایه بود. علاقه مند شده بودم به تحلیل های روانشناسی. دوستانی که روانشناسی خوندن احتمالا میدونن که شاید بزرگترین روانشناسی که الان در قید حیات هست و زنده هست و مشهورترین روانشناس دنیا،
مارتین سلیکمن باشه یا تحت عنوان دوستانش بهش میگن مارتی، که این آقای مارتین سلیکمن در دانشگاه پنسیلوانیا یک فوق لیسانسی رو ایجاد کرده به عنوان پازیتیو سایکولوژی یا روانشناسی مثبت یا روانشناسی مثبت نگر، حالا به هر صورت شما رو ترجمه کنید. آقای مارتین واقعا کتاباش بی‌نظیره. من توصیه اکید میکنم شما اگر میخواید در بازار سرمایه موفق باشید یه مقدار باید روانشناسی انسان بدانید. حالا روانشناسی بازار یه سری مسائلی دوستان بعضی وقتا میان مطرح میکنن از خودشون دارن در میارن، ببخشید واقعیت خارجی نداره، همون جوری که تحلیل میکنن. امروز چند نفر به من پیام دادن، شاید در این کلاس الان حضور دارن، دوستانی که برای من نوشتن فلان سهام در موج پنجمه. آقا من اصلا موج پنجم بلد نیستم، باور بفرمایید بنده شاگرد آقای دانچنس بودم در ریسک منیجمنت، نفر اول ریسک منیجمنت در دنیا بود، ما موج پنجم بلد نیستیم. حالا اگر فکر میکنید این روش ها جواب میده، نمیگم جواب نمیده، ولی در حال این آقای وارن بافت هم موج پنجم بلد نیست، الیوت بلد نیست، بفرمایید آقای گراهام هم بلد نیست، آقای فیل فیشر هم که الان در اون صحبت خواهیم کرد بلد است، آقای مانگر هم بلد است. دقت فرمودید اصلا روش سرمایه گذاری این روش هایی که در ایران معمول هست نیست، اینها روش های ورشکستگی است، اینها روش های سرمایه گذاری نیست. به صورت محدود این ابزارها کمک میکنه، ولی اگر تاکید بیش از حد داشته باشید در این ابزارها خب شکست میخوره، این طبیعی است، آزمون شده. این شکست ها متاسفانه بارها و بالها اتفاق افتاد. بسیار. حالا دقت بفرمایید، آقای مارتین سلیگمن خیلی خیلی روانشناس بزرگی است. من توصیه میکنم بعضی از سخنرانی های ایشون، حتی من فکر میکنم دیدم که به زبان فارسی هم زیرنویس شده. ببینید اگر زیرنویس شده باشه احتمالاً در آپارات هست. اگر دوستانی به زبان انگلیسی آشنا باشن، من واقعا توصیه میکنم سخنرانی های تد ایشون رو در ted.com بروید بگردید پیدا کنید و گوش بدید، خیلی خیلی ارزشمنده. آقای مارتین سلیگمن در یکی از این جلسات سخنرانیش ایشون در مورد یک فردی صحبت میکنه که این فرد به طور باور نکردنی در بازار سهام در نیویورک موفق دقیق فرمودید، اما این فرد متاسفانه نتونسته بود اصلا با هیچ خانومی رابطه داشته باشه، ازدواج بکنه، سنش هم بالا رفته بود. خلاصه دوستان جمع میشون، آقای مارتین رو راضی میکنن که آقای مارتی، این رفیق و دوست عزیز ما، شما بیا کمک کن، جلسات روانکاوی برای ایشون تشکیل بده، یک بالاخره تحلیلی انجام بده که چرا ایشون مشکل داره، چرا ایشون نمیتونه ازدواج کنه. آقای مارتین سلیگمن میگه که ما مدت ها وقت گذاشتیم روی این آقا، دیدیم خب همون دلیل عدم موفقیتش در ازدواج همون دلیل موفقیتش در بازار سهام است. حالا من از شما سوال میکنم که یک چیزی بشه، به نظر شما خصوص ویژگی این فرد چه بود که در ازدواج ناموفق بود و در بازار سهام موفق؟ البته احتمال داره در کلاس گفته باشه. بله درست. آقای سلیگمن، بله کاملا درست. آقای مارتی گفت که ایشون کولد فش هست. کولد فش یعنی ماهی سرد. ایشون ماهی سرده، ایشون احساسات نداره، ایشون از احساسات تهی است. وقتی که فردی از احساسات تهی باشه در بازار سهام خیلی خوب عمل میکنه. یعنی چجوری خیلی خوب عمل میکنه؟ وقتی که بازار سهام داره بالا میره ککش نمیگزه، بارها و بارها از این صحنه ها دیده. اینجوری نیست که بره توی تخیلات در اوهام برای خودش تصور بکنه، بگه الان من یه خونه در موناکو دارم، یه خونه در دبی دارم، یه خونه در سنگاپور دارم، دارم با هواپیمای فرست کلاس پرواز میکنم. ببینید اگر شما هم چنین احساساتی به شما در چند ماه گذشته دست داده، خب این بحل ایراد هست. پس دچار هرس نمیشه کسی که کلدفیش باشه، ماهی سرد باشه و احساس نداشته باشه. از اون طرف هم وقتی بازار سهام میریزه خب پیشبینیشو میکرده، انقدر تحت تأثیر قرار نمیگیره. حالا به هر حال ببینید یک سری اصول فکری هست که انسان ها پیروی میکنن. بازار سهام میریزه، یه سری میفروشن به صورت خیلی سریع، خیلی نگران، ناراحت، مخصوصا کسانی که مثلا پولو قرض کردن. اگر کسی پولشو قرض کرده اومده سهام خریده، یا کسی که خونه‌شو فروخته اومده سهام خریده، متاسفانه خیلی کار غلطیه. تک تک اینها
موارد رد فلگ هست. رد فلگ یعنی پرچم قرمز. اگر چنین مواردی در میان شما هست، در میان دوستان شما هست، حداقل اینکه مشورت کنید. من نمیدونم یکی از افرادی که با من چند بار مشورت کرد الان در کلاس، الان در این کلاس حضور داره یا نه، چون ایشون من پیغام داد که میخواست ثبت نام کنه، اما با من چند بار ایشون مشورت کرد، اتفاقا بار اول هم به صحبت های بنده گوش نکرد و حق مشاورش رو پرداخت کرد ولی توجه نکرد. ولی در نهایت ایشون به نظرم میرسه که توجه کرد و اتفاقا منفعت خیلی بزرگی بود. علی حال ببینید، مشاوره سرمایه گذاری دقیقا نمیدونم چند نفر از دوستان تجربه بادی بیلدینگ دارن. بادی بیلدینگ میدونی چیه؟ تجربه بدنسازی دارن. دوستان عزیز، بدنسازی بدون داشتن مربی هیچ وقت پیش نمیره و هیچ دلیلی نداره که مربی شما از شما بهتر بدونه و بیشتر بدونه. شما ممکنه استاد عالی رتبه بدنسازی باشید، استاد عالی رتبه مثلا وزنه برداری باشید، آقای رضازاده باشید، نمیدونم آخره نفر اول جهان باشید، ولی نفر اول جهانم که بودی، یکی باید بیاد از بیرون به شما نگاه بکنه و بگه دو تا بیشتر بزن یا اینجوری نزن، داری اشتباه میزنی. پس شما احتیاج به مشاهده گر دارید، در سرمایه گذاری هم احتیاج به مشاوره دارید. این رو از من بپذیرید. به احتیاج به فردی دارید که اون عواطفی که شما دارید، اون ترس هایی که شما دارید، اون حرص هایی که شما دارید، اون حرص ها و عواطف رو نبینه. هرچند که این کلاس رو که بگذرونید، من مطمئنم که اگر شما توجه بکنید به مطالب این کلاس، ذهنیت شما انشاءالله به امید خدا برای همیشه تغییر میکنه در جهت مثبت. خب یک نکته در مورد مارتین سلیگمن بود، میخواستم قبل از شروع کلاس به خدمت شما عرض کنم. یک نکته دیگر، ببینید من چند سرمایه گذار لجندری، سرمایه گذارهای افسانه‌ای تاریخ رو جمع کردم. واقعا این کاری بوده که من، با اینکه بعضی از دوستان مطلع هستن، من معرفی از خودم داشته باشم چون برخی از دوستان جدید هستن. خب من مهندسی صنایع خوندم در دانشگاه صنعتی شریف. حالا اون زمان بالاخره افتخاری نیست که آدم مثلا رتبه اول کلاس باشه، این واقعا چیزی نداره، چون تجربه ثابت کرده که هیچ موفقیت با اینکه رتبه تحصیلی شما در چه سطحی است هیچ ارتباطی نداره. ویژگی های عاطفی به مراتب بیشتر از هوش برای شما، مخصوصا در عرصه سرمایه گذاری، مخصوصا در عرصه سرمایه گذاری مؤثر خواهد. من به عنوان شاگرد اول مهندسی صنایع وارد دانشگاه صنعتی شریف شدم. پشت من الان هست، میبینید آقای هاشمی رفسنجانی یک لوح تقدیر اون زمان به من دادند. حالا به هر حال در دانشگاه صنعتی شریف ما اون دوره رو که تمام کردیم، دوره لیسانس کارشناسی مهندسی صنایع رو، من وارد دوره کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی شدم. اما دوره لیسانسم من شاگرد خیلی جدی در دانشگاه نبودم. دلیلش هم این بود که من جوان‌ترین فردی بودم که اون زمان در بورس اوراق بهادار فعالیت می‌کردم، یکی از جوان‌ترین افراد. من اونجا حضور داشتم. خاطرم از یک روزی یک دکه‌ای درست کردم در طبقه مزنین، طبقه نیم طبقه سازمان بورس، اونجایی که تابلوی قرمز رنگ هست، شاید برخی از دوستان بدونن. من خاطرم هست که یک دکه‌ای اونجا بود که این دکه رو یک روز باز کردن، در اختیار دو جوان قرار دادن، دو جوان خیلی جوان قرار دادن. شاید برادر بزرگتر حدود 30 سال داشت، برادر کوچکتر فکر کنم حدود شاید 24-5 سال داشت. اون دو برادر الان بزرگترین کارگزاری بورس هستن، برادران آذرخش بودن. من یادم اولین روزی که کارشون رو شروع کردن، من در بورس بود. من دوره لیسانسم رو بیشتر در بورس اوراق بهادار تهران سپری کردم و بنابراین خب تجربه که بنده دارم کارگزاری مفید است. بعد تجربه که بنده دارم، خب الان نمیبینم کسی طولانی مدت تر از بنده تجربه داشته باشه، ولی اون زمان یک سری پیرمردهای میومدن در بازار سرمایه که برای خلاصه من جوان هم اینها خیلی درسای بزرگی رو منتقل میکردند و من از اون خاطرات زیاد خدمت شما نقل خواهم کرد. در این دوره هدف ما در این دوره تغییر ذهنیت شما با استفاده از داستانها، تمثیلها، نقل قولها، هر تلاشی ما میکنیم که ذهنیت شما به ذهنیت برندگان و در بازار سرمایه انشاءالله نزدیک بشه. من دوره فوق لیسانسم رو به مهندسی سیستم اقتصادی اجتماعی کار کردم، تحقیقاتی در زمینه بازار بورس انجام دادم و در زمینه اقتصاد
تمرکز من بر اقتصاد بود، بعد امریکا رفتم دانشگاه ویرجینیا تک، دو مقطع من درس خوندم، دروس کارشناسی ارشد من در اونجا تموم شد، من مقطع کارشناسی ارشد اقتصاد رو گرفتم، در دروس دکترا هم تموم شد، همزمان درس فایننس رو هم شروع کرده بودم، MBA فایننس هم خیلی خوب داشت جلو میرم. اونطور یک زمانی دانشگاه به من گفت که بین دکترای خودت و MBA فایننس یکی رو انتخاب کن. خب این ما مطمئن بودن که من دکترای اقتصاد رو انتخاب میکنم. نگرانی اونها این بود که من اگر مثلا MBA فایننس بگیرم بلافاصله دانشگاه رو ترک کنم، چون حقوق خیلی بالاتری من میتونستم اون زمان کسب کنم. حقوق خیلی بالاتری رو میتونستم اون زمان کسب کنم، ولی من MBA فایننس رو ترجیح دادم. شاید مهمترین و بهترین تصمیم سختی که در زندگیم گرفتم همون تصمیم بود. بسیار زندگی سختی داشتم در اون زمان به خاطر اینکه در دانشکده فایننس باید هزینه تحصیلم رو تأمین می‌کردم، ولی در دانشکده اقتصاد به من نه فقط من پرداختی نمی‌کردم به عنوان شهریه، بلکه دستمزد خوبی هم در دانشکده اقتصاد به عنوان دانشجوی PhD داشتم. اما من در واقع MBA فایننس رو که تموم کردم، 3 سال اومدم ایران، اینجا دکترا اقتصادم رو مجددا شروع کردم و سال 2006 رفتم دبی به عنوان VP سیتی بانک در دبی مشغول به کار شدم. تا از سال 2003 تا 2006 هم در یک شرکتی نفر دوم شرکت بودم، هم مسئول بخش ریسرچ بودم، هم مسئول اسست منیجمنت بودم در شرکت نیفان کپیتال که مرحوم شهبازی اون شرکت رو به وجود آورده بودند. همچنین در شرکت دیگری به نام خرد پیروز من مسئول طرح مستر پلان یا برنامه جامع بانک پارسیان بود. این دو کار عمده‌ای بود که در اون 3 سال در ایران انجام دادم و همواره برای من افتخاری است عملکردی که در اون 3 سال داشتم. سال 2006 مصاحبه در ژنو با سیتی بانک داشتم، با عنوان VP در دبی مشغول به کار شدم. بعداً دانشگاه بنده رو دعوت کرد، دانشگاه استرالیا وولنگونگ، که مسئولیت گروه بانکداری دانشگاه استرالیا وولنگونگ رو در عهده بگیرم. و اون زمان هم دانشگاه وولنگونگ شاید مشهورترین و مهمترین دانشگاه در دبی بود و هنوز هم دانشگاه خیلی مهمی هست، هرچند دانشگاهی الان با رنگ بالاتر از 100، یعنی بهتر از 100 الان در دبی تأسیس شده، اما اون زمان دانشگاه وولنگونگ خود رنگ جهانیش هم رنگ خیلی خوبی بود، اون زمان 195 بود. علی حال من 10 سال استاد دانشگاه وولنگونگ بودم، استاد بانکداری دانشگاه وولنگونگ بودم و بعد ایران اومدم خدمت شما و حدود 1 سال 1.5 سال تمام تلاش بنده این بود که سیاست گذاری اقتصادی کشور اصلاح بشه، که فعلا توفیقات خیلی اندک بوده. هنوز که هنوز ما مشکل تورم داریم، مسائل بازار سرمایه هست، مسائل انحصارات در اقتصاد هست. اینا رو من خدمتتون عرض کردم که بدانید که بنده اگر صحبت میکنم تجربیات خیلی گسترده ای داشتم. بالاخره سالهای زیادی در همین بورس تهران حضور داشتم، از دور و نزدیک آشنا هستم با مسائل. الان اگه حال چون ببینید صحبتایی که ما اینجا میکنیم خیلی متفاوته با ذهنیت سهامدار ایرانی، این رو دقت بفهمید، خیلی متفاوته. این مثل کلاس سیاستگذاری مدرن پولی ماست. در کلاس سیاستگذاری مدرن پولی دوستان شاهد هستن که خیلی در میانه راه خیلی از افراد ناامید بودن، خیلی از افراد منتقد بودن به کلاس، ولی در انتهای کلاس من تقریبا میتونم بگم هیچ کس رو ندیدم که کلاس رو به انتها رسانده باشد و ناراضی کلاس رو ترک کرده باشد. و من افتخار میکنم که ابزاری رو در اختیار دوستان خودم قرار دادم که تا آخر عمر میتونم با اون ابزار به درستی مسیر سیاست گذاری پولی رو در واقع تحلیل کنم. حالا اینجا هم همین هست. ببینید در این دوره که الان ما داریم برگزار میکنیم، من دارم با جریان روال بازار مبارزه میکنم، همونطور که آقای گرهم این کار رو کرد. آقای گرهم بزرگ این کار رو کرد. آقای گرهم دوستان خودش رو، قوم خودش رو به عنوان یک انگلیسی آمریکایی یهودی، خب به دوستان خودش این علم رو آموخت. دقیق بفرمایید علم فایننس کلن یک علم بسته است. اون زمان من خاطرم هست که یک دوره مثلا من داشتم فایننس میخوندم، اصلا ایرانی اون زمان فایننس نمیخوند و من یک دوره که دوره تاپ فایننس در دنیا بود 5 تا دانشجوی PhD گرفته بودند، 4 تاش
یهودیان آمریکایی یا اسرائیلی بودن. دقت فرمودید، یعنی انقدر این علمی که الان خدمت شما داریم عرض میکنیم انقدر محدود هست. علی ها صحبت بنده این هست که خواهش میکنم که توجه بفرمایید به مطالب کلاس. ما در گروه تلگرامی هم در خدمت شما خواهیم بود، اگر سوالی برای شما هست حتما در گروه تلگرامی مطرح بفرمایید که بحث بشه روش، که انشالله بتونیم بیشتر خدمت شما انشالله این مطالب رو منتقل کنیم. حالا من این مطالب رو خدمت شما عرض کردم که بگم وقتی من خواستم این کلاس رو به وجود بیارم، من مجدد این بزرگان رو زندگی نامشون رو خوندم، مجدد رفتم گشتم ببینم که نکات اصلی ذهنی اینها چه بوده که موفق شدن، نه فقط برای خودم، برای شما. یعنی شاید اگر برای خودم بود باز هم به تعویق می‌انداختم. الان این مطالبی که خدمت شما عرض می‌کنم با تجربه و دانش آکادمی که بنده در طی 30 سال گذشته کاملا همخوانی داره، با تجربه این بزرگان هم همخوانی داره. چون بعضی از افراد سوال می‌کردن می‌گفتن آیا اینها به درد ایران می‌خوره؟ بله قطعاً به درد ایران می‌خوره. ولی شما مطمئن باشید که بسیاری از این اصول که داره گفته میشه اصلا تا حالا در میان جامعه ایرانی شنیده نشده و دیده نشده. خب اگر سوالی باشه من در خدمت شما هستم، اگر نه من میخوام سریع کارم رو شروع کنم. اگر سوالی دارید یا بنویسید یا بالا تشکیل آی حسینی تایپ میکنن، پس ما میرم تو صفحه دیسکاشن که یک مقدار من فونت رو بزرگ میکنم فعلا. آقای مهرابی پور، آه دارم، چرا شنیدم که ترجمه شده، من ندیدم. آقای مهرابی پور شرمنده شما هستم. یک کتابی هست به نام اسنوبال که زندگی نامه آقای وارن بافت هست. اسنوبال میشه گلوله برفی. اگر شما این کتاب زندگی نامه آقای وارن بافت رو در به فارسی دیدید، این کتاب خوبی هست. خب دوستان عزیز، من برای اینکه عرض کردم خدمتتون، برای اینکه بتونم این ذهنیت رو به خوبی منتقل کنم، خب من سرمایه گذاران بزرگ رو جدا کردم، کسانی که سالیان سال موفق بودند و ما سعی کردیم بیاموزیم که اینها چگونه در این راه موفق شدند، و همین که شما اسم اینها رو بدانید احتمالا در آینده هم به زندگی نامه اینها توجه خواهید کرد، به روش سرمایه گذاری اینها، به نقل قول های اینها در آینده انشاءالله شما توجه خواهید کرد، و من امید دارم که تأثیر خودشو بگذاره. اولین فردی که ما ذهنیت ایشون، طرز فکر ایشون، نقل قولهای ایشون رو مورد بررسی قرار خواهیم داد بنجامین گراهام هست. آقای بنجامین گراهام یا بنیامین گراهام، ایشون استاد دانشگاه کلمبیا بودن، استاد سرمایه گذاری دانشگاه کلمبیا بودن. ایشون از طریق خانواده یهودی در انگلیس به دنیا اومدن. عرض کردم خدمتتون یهودیان نسل اندر نسل بهتر علم سرمایه گذاری رو منتقل کردند و ما باید بیاموزیم. این یک نکته مثبته که دانش سرمایه گذاری خیلی خوبی دارن. منتها در بین همه این افراد آقای بنجامین گراهام یا بنیامین گراهام، ایشون خیلی موفق بود در تغییر ذهنیت تعداد زیادی از بزرگترین سرمایه گذاران تاریخ بشر. یک جمله رو اول خدمت شما عرض میکنم، نقل قولی از آقای بنیامین گراهام پایم داشت. ایشون میگه You must never delude yourself into thinking that you are investing when you are speculating. آها ببینید، این اصل طرز فکر آقای گراهام. البته آقای گراهام 5-6 خط فکری داشتن که هر کدومش خیلی خیلی مهمه، اما یکی از مسائلی که آقای گراهام الان در این نقل قول داره مطرح میکنه این هست که سر خودتون رو شیره نمالید، خودتون رو گول نزنید. چه خودتون رو گول نزنید؟ خب انسان زیاد خودشو گول میزنه، زیاد توجیه میکنه، اهل توجیه مخصوصا در بازار سرمایه خیلی زیاد هستن. آقای بتوانید اگر اینها را بدانید بتوانید بر عواطف خود غلبه کنید. اولین نکته که ایشون میگه این هست که هیچگاه سر خود را شیره نمالید زمانی که در حال سفت بازی هستید، اما تصور میکنید که در حال سرمایه گذاری هستید. پس شما ممکنه که واقعا شما در حال قمار هستید
اما تصور میکنید در حال سرمایه گذاریه. خیلی عجیب جمله آقای گرهم، چون ما یک مسئله دیگری در قرآن داریم که یک مقدار شباهت داره به صحبت آقای گرهم. در قرآن در مورد ربا آمده است که چی؟ که بعضی ها فکر میکنن که ربا مثل بیع هست، مثل معامله هست، اما ربا حرام است و معامله حلال است. آقای گرهم یک چنین صحبتی داره، میگه سرمایه گذاری اگر شبیه تجارت بود، بزنس لایک، بزنس یعنی تجارت، یعنی کسب و کار، میگه اگر شما وقتی دارید سرمایه گذاری میکنید بزنس لایک سرمایه گذاری میکنید، شما برنده اید، مشکل نداره، پیروز داره، سود و سود نداره، شما پولدار میشید. اگر دارید قمار میکنید، اسپیکولیشن دارید انجام میدید، شما بازنده اید، شک نکنید. خب حالا دوستان من از شما میپرسم تفاوت ساخت بازی و سرمایه گذاری چیه؟ تفاوت ساخت بازی و تجارت چیه به عبارت دیگه؟ چه زمانی ما میتونیم بگیم که سرمایه گذاری به تجارت نزدیک شد؟ این نکته اول. آقای آل بوغبیش گفتن که در مدت زمان، کاملا درسته، یکی از نکات همین هست. من میرم روی دیسکاشن، اگر کسی از دوستان میخوان صحبت کنن بیان بالا، ولی ارزش مارکت در ایجاد ارزش افزوده، حالا ایجاد ارزش افزوده باید ببینیم چجوری ارزش افزوده ایجاد میکنه. نه ببینید، سرمایه گذاری در بازارهای بورس دقیقا مثل تولید نیست، ببخشید مثل ترید نیست. چرا؟ برای اینکه وقتی که من یک پرتقال رو به شما میفروشم، مثلا قبلا مطرح کردم، وقتی که بنده پرتقال به شما میفروشم، من پرتقال برام ارزش پایینی داره، شما پرتقال زیاد دارم، شما پرتقال مثلا ارزش بالایی داره، شما پرتقال کم داری. بنابراین ترید در زمانی که شما معامله پرتقال داری انجام میدی، معامله که صورت میگیره وین وین هست، هر دو طرف برنده هستن. در بازارهای سهام هر دو طرف فکر میکنن برنده هستن، ولی هر دو طرف در مقابل هم دیگه قرار دارن. در نهایت فردی میبرد، آن فرد دیگر میبازد. بالاخره یا شما درست فکر میکنید که این سهامو خریدید، یا فردی که سهام رو فروخته درست فکر میکنه. بالاخره یا قیمت سهام بالا خواهد رفت یا قیمت سهام پایین خواهد. سوال این هست که تفاوت ما چه زمانی میتوانیم اسپیکولیشن رو از سرمایه گذاری جدا کنیم؟ کی مطمئنیم که ما داریم درست عمل می‌کنیم، در مسیر درست قرار داریم؟ بله. یک نکته‌ای که دوستمون نوشتند و درست بود، اولین نکته‌ای که نوشتند و درست بود، این که مدت زمان، شما وقتی که در حال تجارت هستید، مدت زمان برای مدت زمان طولانی در تجارت معمولاً افراد حضور دارند. اما برای سرمایه گذار وقتی این کسی اسپیکولیشن داره انجام میده، اسپیکولیشن لفظ بدی نیستا، لزوما قمار نیستا، اسپیکولیشن یعنی پیشبینی قیمت آینده. اگر شما میدید طلا میخرید که قیمتش بره بالا سود کنی، شما داری اسپیکولیت میکنی قیمت طلا رو. فقط فرمودید هیچ اشکال هم نداره، نگید اشکال داره که طرف اسپیکولیت کنه قیمت طلا بخره. ولی آقای بنجامین گرهام صحبتش اینه که اگر اینطوری رفتار کردی هیچ وقت پولدار نمیشی. دوستان در بازار طلا چه افرادی خیلی پولدار میشن؟ آقای بهرامی پور نوشتن همه اسپیکولیتور هستن. اینطور نیست آقای بهرامی پور، حتی یک نفر ننوشت. در بازار طلا چه کسانی برنده هستند؟